This is IRTV, the first Iranian television program. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. در اولین ماه سال 1392 شاهد دگرگونی های ریشه‌ای در کل ساختار نظام جمهوری اسلامی هستیم. عده‌ای آخوند فرصت طلب که به دنبال بزرگ عمامدارشان خمینی کشور ایران یعنی سرزمین باستانی ما را مصادره کردند، در نگهداری این مال دزدی که با هزار نیرنگ آخوندی تا کنون حفظ شده، همکنون بر سر تقسیم آن درگیرند و ما شاهد این هستیم که نسل دوم و سوم انقلاب به سرقت رفته در مقابل نسل اولی ها که امثال رفسنجانی و خامنه‌ای ها باشند ایستادند. البته فقط با این هدف و منظور که حالا نوبت ماست، یعنی نوبت نسل جدید است. به همین دلیل انتخابات آینده با این درگیری بی سابقه رنگ دیگری خواهد داشت و ما باید هنوز در انتظار جنگ گلادیاتورهای شاه عبدالعظیمی خودمان در این دوره باشیم. با این آرزو که احیانا ملت دربنده ایران با این فرصت به دست آمده به آرزوهای خودش برسد، با ما باشید. تلاش 100 ساله. چرا 100 سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بی نتیجه ماند؟ یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان. آقای کردوانی، شما با این سوابق سیاسی که در رابطه با مسائل ایران دارید بفرمایید چگونه است که ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود اینکه بارها اقدام کرد برای به دست آوردن آزادی هرگز موفق نشده؟ سوالتون برای در واقع دل مشغولی خود من هم از ذهنم سال هاست که روی این موضوع کار میکنه. خب تو حوزه پژوهشی هم که انجام میدم در واقع یکی از بحثات تو همین زمین است. ما اگر یک مقایسه بخوام بکنیم بین ایران و اروپا و در واقع اگر نماد آزادی رو اروپا ببینیم، خب خیلی طبیعیه که ایران نمیتونسته به اروپا بشه، چون برای اینکه فکر جدید در اروپا خب سابقه طولانی داره. قبل از اینکه اصولا دوره رنسانس انجام بگیره، در دوران مسیحیت رفرمی که در خود مسیحیت انجام میگیره، بعد تنها فکر نبوده در اروپا که این تغییرات عظیم رو وجود آورده، آمدن فکر جدید و تالرنس مدارا همراه بوده با رشد صنعت، همراه بوده با رشد علوم تجربی. این سه عامل دست به دست هم داده در یک مجموعه چیزی رو ساخته که اروپا امروز شده. در کنارش وجود اشرافیت بوده، نبود اون استبدادی که در ایران موجود بوده است. در واقع این سه مورد، این سه چهار عامل دست به دست هم میده تا اروپا شده این اروپایی که امروز است. ایران ما فقط یه فکر آمد در دوران مشروطیت، فکر نومد طبیعتا از قبل شروع شده بود. شما الان رجوع بکنید این رو تو رسائل قاجاری میبینید، یعنی از درون خود دربار قاجار حتی شروع شد. فقط این فکرم، خب مقدار تعداد باسواد اون دوره ایران هم اگر نگاه بکنید اون وقت میبینید، یعنی اون کاری که روشنفکران در دوران مشروطیت کردن، اپوزیسیون ایران که به نظر من یکی از بی‌نظیر کارهایی بود که میشد کرد در اون به اصطلاح خشکسالی و قحطی جامعه ایران، چین حرکت عظیمی رو سازمان دادن، به نظر من میشه تبربرش رو در یک بند از قانون اساسی سابق دید که زمانی که به اصطلاح این ماده که سلطنت ودیعه است الهی که از طرف مردم به شخص پادشاه تفویض میشه، یعنی خود این فرمول بندی که در این حال که توجه کردن به سنت و ولی الهی منتها آورد این قدرت الهی را آورد روی زمین و داد دست مردم و گفت مردم در واقع به شاه این سلطنت رو میدن، خود این نشان میداد که چقدر روشنبینی میخواد و چرا تونستن انقلاب مشروطیت رو انجام بده. ولی من فکر میکنم سه عامل باعث شده. اون چیزی که حداقل میتونستیم، خب نه بنز اروپا ولی به اندازه خودمون به یه جایی برسیم، نتونستیم به نظر من در یه واژه خلاصی میشه، اونم مسئله استبداده. منتها نه، این رو ساده باورانه نیست مثلا که همینطور فقط بگیم استبداد. استبداد سه در واقع سه کار در سه حوزه باید گشت: استبداد حکومتی، استبداد در ذهن مردم،
و استبداد در ذهن روشنفکر و اپوزیسیون ایران. در این سه جنبه اگر، یعنی فقط خودمون خلاصه نکنیم به استبداد در حکومت. حکومت شما ببینید قبل از انقلاب مشروطیت و به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی، خب تیول داری بوده در ایران، حکومت تیول میداده هر جایی رو به کسی میداده و در واقع یه پولی میگرفته. بعد از مشروطیت و در دوران رضا شاه هم که خب در این حالی که به اصطلاح در ظاهر ماجرا مالکیت خصوصی محترم بوده، منتها رضا شاه هیچ احترامی برای مالکیت خصوصی نداشت، هر چی دلش خواست مال هر جا بود گرفت. من جنبه مثبت کار رضا شاه رو نفی نمی‌کنم، ولی از این زاویه که نگاه می‌کنم، آرام آرام با رشد پول نفت در واقع دولت ایران مبدل شد به یک حکومتی که با جامعه کاری نداره به یه معنایی، یعنی مستقل درآمدش از درآمد جامعه، پول نفت عظیمی دستش است و این با این پول نفت در واقع همه مردم ایران کارمند دولت میشن و حکومت میتونه طبقه بسازه. حکومت میتونه طبقه بسازه در ایران، چه در زمان شاه که مثلا صنعتگران جدید رو به اونها میدان داد از طریق وام، چه در دوره حکومت اسلامی، چه در دوران رضا. در نتیجه حکومت میتونه طبقه بسازه، یعنی حکومت بر مبنای در واقع مالیات و تکیه به مردم عمل نمیکنه، یک ثروت عظیمی دست حکومت هست و مستقل از مردم عمل میکنه و اون چیزیست که در حقیقت در اطلاع علوم سیاسی بعضی وقتا بحث از رژیم بوناپارتیستی میشه. در کنار این بگذارید، یک دولت متمرکز در کنار مسائل مالی، دولت بسیار قدرتمند دیالاز نظامی هست، کاملا مسائل اداری در دست خودش متمرکزه و نبود جامعه مدنی، نبود جامعه مدنی که قدرت دولت رو محدود بکنه، چه در زمان رضا شاه، چه در زمان شاه، چه در زمان حکومت اسلامی. دوم، مسئله استبداد در ذهن مردمه. مردم ایران به یک معنای زندگی اجتماعی ندارن، زندگی در حدود خانه است، در حدود یه مقدار کار اداری است، در این زندگی اجتماعی که در سازمان‌های اجتماعی، در سازمان‌های سیاسی در واقع تربیت بشن، بتونن زندگی مشترک اجتماعی با همدیگه بکنن، مدارا در درشون روش بکنه، وجود داشته. البته الان خیلی از این عوامل عوض داره میشه در ایران، منتها به ما تاریخی که نگاه میکنیم، شما فکر بفرمایید که از 1906 اگر به سال میلادی بگیم که جنبش مشروطیت پیروز میشه، 1921 کودتای رضا شاه است، بعد 25 که شاه میشه. تو این صد سال نگاه بکنید، از 25 تا 41 که در واقع رضا شاه است، مطلقا کوچکترین آزادی سیاسی در ایران نیست. بعد یه دوره در 12 سال است که دوران مصدقه، یعنی بعدش به دوران مصدق میرسه، بعد دوران شاه شروع میشه از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اخیر، و یک دو سال اول انقلاب خب یه مقدار آزادی ها رعایت میشه، چون برای که خلای قدرت مثل هم میشه، آزادی به اون مفهوم نیست که نهادی نشته باشه در جا. هر وقت که در ایران خلای قدرت بوده آزادی وجود داشته، نه در بودن قدرت و حکومت. همین اتفاق زمان بعد از شهریور 20 اتفاق افتاده، بعد از انقلاب مشروطیت هم همین اتفاق افتاده. در هر این سه مرحله که نگاه میکنیم، وجود خلای قدرت و حکومت قوی این مقدار آزادی های مردم داشته. این سال خوبه دیستان جمع بکنید، سالایی که مردم تونستن یه ذره نفس بکشن به 20 سال نیست، 25 سال نیست، مجموعاً تمام سال خوبه دیستان که شما جمع بکنید. و این مردم میگم نه در حزبی نه در سازمانی، شما یه نمونه بگیرید، مثلا حزب ایران نوین رو بگیرید در زمان شما، خب در همون کادر حکومت شما خیلی از سندیکاها، سازمانهای صنفی همین عضو حزب ایران نوین بودن، یه شاخه حزب ایران نوین بودن. حتی در این حد خب حکومت شاه میتونست در واقع اینا رو به یه جای آرام آرام به یه جای برسن در اون دران، منطقه اونم تعمل نکرد، حزب رو هم ستاخیز رو در واقع ساخت و تک حزبی. در نتیجه نبود زندگی اجتماعی خود مردم، که زندگی اجتماعی ندارن مردم به اون مفهوم دقیق کلمه که در احزاب سازمان سیاسی، اینم یه بخش. یه بخش استبداد در ذهن اپوزیسیون و روشنفکرانه، این هم به نظر من عامل مهمیه در مورد جامعه ایران.
ما به غیر از یه دوره خب دوران روشنفکران مشروطیت، دوران رضا شاه که در واقع خلای فکری نمیذارن هیچ گونه فکری نیست، بعد در دوران بعد از شهریور 20 عملاً جامعه ایران با آمدن به سر حزب توده و تشکیل حزب توده و بعد دنیای دو قطبی، جهان دو قطبی، عملا مجموعه جریانات اپوزیسیون ایران ایدئولوژیک میشه و در این جریان دو قطبی قرار بگیره و اون مفهوم مدارا پذیرش دیگری در واقع دیگه مطرح نیست برای روشنفکران ایران و برای اپوزیسیون ایران. این هم یکی از دلایلش. یک عامل مهمی که حتما با صحبت کرد مسئله دخالت سیاست خارجی. این دخالت سیاست های خارجی و وابسته بودن حکومت ها قبل از انقلاب تا یعنی تا به سیاست های خارجی عملا نقش مردم رو در واقع در منفعل شدن تشدید کرده، علاوه بر تمام مضرات دیگه که داشته. باید که مردم این دستشون هیچ کاری ساختی نیست برای تغییر، اون آگاهی لازم هم ندارن، خب طبیعتا منفعل میشن، یه جای خوب بروز میکنه، فوران میکنه. منتهای مراتب اگر استبداد رو به این مفهوم بگیریم که فقط نگیم استبداد حکومتی، به خودمونم برسیم، به مردمم برسیم، من فکر میکنم علت و علل تمام این ماجرای ایران این استبداده که الان خوشبختانه آرام آرام داره جاهایی باز میشه. خب در یه فرصت دیگه باید این موضوع رو توضیح داد. با سپاس فراوان. با صدای بی صدا مثل کوب بلند، مثل خاک کوتاه، یه مردم یه مرد داستان فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مردم یه مرد.